اگه شما هم تو خیابون یا تو فک و فامیل و دوستانتون یه خانم بیهجاب یا بدهجاب میبینید، اما یا نمیدونید باید چی بگید یا اصلا نمیتونید نهی از منکرش کنید، حالا به هر دلیلی مثل کمرویی یا ترس، و دنبال یه روش بی درد سر و صد البته بسیار مؤثرتر میگردید، این کلیپ رو تا انتها نگاه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگواران، بنده مصطفی محمدی هستم در خدمت شما با یکی دیگه از سلسله جلسات آموزش امر به معروف و نهی از منکر یا همون واجب فراموش شده. این جلسه 22مه که میخوایم براتون یه روش خوب معرفی کنیم تا هم راحت تر و هم مؤثرتر بتونید این فریضه رو انجامش بدید و باعث دلخوری هم نشه. البته اینم بگم ما این روش ما رو از تذکر لسانی بی‌نیاز نمی‌کنه، اما برای شروع و به خصوص برای کسانی که نگرانن سبب دردسر یا بگو مگو براشون نشه، روش مناسبیه. من تصمیم گرفتم با هدیه دادن به خانوم هایی که خب خیلی اهل رعایت نیستن این واجب رو انجام بدم. البته نه هدیه خالی، داخلش یه برگه گذاشتم که از قبل چاپش کردم و لوله کردم و با این نوار سبز گره زدم مثل تومار. میخواید بدونی چی نوشتم داخلش؟ بله معلومه که براتون میخونم، تو تصویرم خودتون میتونید ببینید. نوشتم: سلام آبجی گلم، ممنونم که یه دقیقه وقتت رو برای خوندن این متن هدیه میکنی. ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که مؤمن هستند بگو چادرهایشان را بر خود فرو پوشند تا بدن و آرایش و زیورهایشان در برابر دید نامحرمان قرار نگیرد. این پوشش به اینکه به عفت و پاکدامنی شناخته شوند نزدیکتر است و در نتیجه از سوی اهل فسق و فجور مورد آزار قرار نخواهند گرفت. سوره احزاب آیه 59. و به زنان با ایمان بگو اطراف روسری های خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا فرزندانشان و یا سایر محارم. سوره نور آیه 29. خواهرم، حجاب نشانگر زیبایی روح و اندیشه توست. خواهرم، حجاب تضمین کننده سلامت و پارسایی جامعه است. خواهرم، حجاب مجوز ورود تو به بهشت است. آیا بهشت نمیخواهی؟ خواهرم، قنچه نهفته در برگ را نچینند، از بی‌حجابی است اگر عمر گل کم است. نهفته باش و همیشه گل باش. وصیت‌نامه شهید حمید رضا نظام. خب چرا این متن رو انتخاب کردم؟ چون خیلی ها فکر میکنن هیچ آیه‌ای درباره حجاب در قرآن نیومده و جمهوری اسلامی از خودش داره بحث حجاب رو مطرح میکنه. این متن طرف رو میذاره بین سخن خدا در قرآن و حرف دلش. زیرش هم وصیت شهید حمیدرضا نظام رو گذاشتم که خب این عزیز جونش رو داده واسه خدا و حفظ کشورمون ایران. گفتم شاید اگه مستقیم از سمت خودم بگم که آبجی حجابت رو رعایت کن خیلی اثر نذاره و طرفم بگه به تو چه، شاید با من آخوند، با من مذهبی، من چادری مشکل داشته باشه، اما با قرآن و شهید دیگه بعید میدونم مشکلی داشته باشه. اینو قرارش میدم در این هدیه های زیبا، یکیش داخلش تسبیح خوشگل داره، یکیش دستبند و گره روسری، یکیش هم جانماز و پیکسل و یه دفترچه خوشگل داره. جامعه هدفم هم بیشتر دخترای نوجوونه، به خصوص اونایی که تازه به سن تکلیف رسیدن. حجاب واسه شون واجبه، اما خیلی ها بی‌تفاوت از کنارشون رد میشن و فکر میکنن دیگه واسه اینا اشکالی نداره حجاب نداشته باشن، لذا نهی از منکرشون هم نمیکنن، میگن بچن. البته اینم به سن بالاتر هم میدم، اما اولویت با نوجوان هاست چون واقعا نمیدونن احکام رو. مدرسه هم که متاسفانه بهشون درست حسابی یاد نمیده. ضمن خیلی این قشر حساس هستن و با روش هدیه قطعا ناراحت نمیشن و بیشتر اثر روشون میذاره. البته بازم باید بگیم که ناراحت نشدن طرف شرط نیستا، اما قرار ما دلها رو به لطف خدا فتح کنیم، پس باید یکم واسه ترویج دستور خدا بیشتر مایه بذاریم. هدیه رو هم همه قبول میکنن. اینا رو دوباره کادو پیچ میکنم و به طرف میدم به اسم تبرکی از سمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که هم یه وقت سبب حساس شدن طرف مقابل نشه، آجا خو در چه هدیه میدی به ما، آه چه خبره، و هم مهر آقا رو تو دلها جا بندازیم. طرف بگه به به عجب روزیه امروز، آقا به من هدیه داد.
بعدش هم مثلا رفیقت، طرف فامیلت، یا مثلا اینو میتونی بذاری داخل کیفش این هدیه رو، یا خود این برگه رو بذاری لای کتابش، بعد مثلا بهش دوباره برگردونی. رفتی یه جایی مثلا اداره، بانک، پمپ بنزین، پارک محلتون، اصلا فرصت و شرایط تذکر لسانی رو نداری، ممکنه اثر معکوس بذاره، اینو بهش هدیه میدی. طرف تا کادو رو باز کنه به خونتش، تو ازش دور شدی، خودش کلی هم کیف میکنه، یه دمش گرم، چقدر نایس و مهربون، پس با من دشمن نیست، این چادریه، این مذهبیه، این آخونده، پس دشمن که به من هدیه نمیده. بعدش هم بزرگواران منتظر تغییر آنی هم نباشید، من هدیه رو دادم، چرا بس دوباره رو سریش رو سر نکرد؟ نه، فقط میخوایم دانه محبت رو تو دلش بکاریم، بدونه که کارش اشتباهه، بدونه که داره خلاف دستور قرآن عمل میکنه، بدونه که اگه فردا روزی یه متلکی از یه آدم بدکار شنید، قرآن قبلا بهش گفته بود که فلانی مراقب باش و خودش الان مقصر. شما بزرگواران هم میتونید هر متن و هر نوع هدیه‌ای که صلاح میدونید بدید، بستگی به وسعتون داره، فقط یه نمونه بود، بقیهش دیگه با سلیقه شما. ضمناً فایل اصلی و آماده برای چاپ این متن رو هم میذارم تو کانال ایتا و تلگراممون، تا خواستید ازش پرینت بگیرید راحت بتونید انجامش بدید. دوستانی هم که میخوان یه نخود تو این آش بندازن و شریک در احیای این واجب فراموش شده بشن، ببینید اجبار یا کاسبی باز کردن نیستا، من از جیب خودم باید مایه بذارم که میذارم، فقط یه پیشنهاده. شما عزیزان میتونید به شماره کارت بنده که مخصوص همین امر قرارش دادم، هر چقدر که دوست داشتید مبلغ واریز بکنید تا هدیه‌های بیشتری بخریم و به افراد فراوانتری کادو بدیم. 6277-612-99-30-259 برای پست بانک به نام مصطفی محمدی. خدا به همتون خیر بده. بازم میگم امر به معروف و نهی از منکر در هر جایی باید طبق شرایطش انجام بشه، همیشه با زبان و کلام خوش، گاهی هم باید با تندی و اخم، همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن. اما این روش رو هر جایی و تحت هر شرایطی میتونید انجام بدید و خب البته یکم هزینه داره و مطمئن باشید که خدا بدهکار ما نمیمونه، هر چقدر خرج بکنید تو این راه چندین برابرش رو بهت برمیگردونه خداوند متعال. خب ممنونم عزیزان که با ما همراه بودید و این کلیپ رو تا انتها دیدید، حتما سایر جلسات واجب فراموش شده رو هم نگاه بندازید، چیزای خوبی که توش گفتیم. دعاتون میکنم انشالله همیشه در مسیر خیر باشید و اسممون جزو آمرین به معروف و ناهیان از منکر نزد خداوند متعال قرار بگیره به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.